دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانی زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. آقا محمد خان دوباره تهران را محاصره کرد. برگردیم به عقب و زمانی که آقا محمد خان در مازندران فاتح شد و تصمیم گرفت که به تهران برود. علی مراد خان زند که مبتلا به مرض استسقا بود، روزی که میخواست از تهران برود، مردی به اسم محمد خان را حاکم تهران کرد. غفور خان حاکم دلیر تهران که دیدی مقابل آقا محمد خان قاجار چگونه مردان دفاع کرد، زندگی را بدرود گفته بود و علی مراد خان زن محمد خان را حاکم تهران نمود. سکنه مظلوم تهران که هنگام محاصره آن شهر از طرف آقا محمد خان بر اثر گرسنگی رنج بسیار دیدند و عده‌ای از گرسنگی مردند، در سال 1199 هجری قمری مرتبه‌ای دیگر از طرف آقا محمد خان قاجار تحت محاصره قرار گرفتند. به طور کلی مردم تهران بین تاریخی که نادرشاه افشار به قتل رسید و تاریخی که آقا محمد خان در ایران دارای قدرت شد و توانست که سلطنت خود را حفظ نماید، به راستی زجر کشیدند. تهران در مکانی بود که در سر راه استراباد و مازندران و گیلان قرار داشت. آنهایی که می‌خواستند به مازندران و گیلان و استراباد حمله کنند از تهران عبور می‌کردند و کسانی که از استراباد و مازندران و گیلان می‌آمدند و می‌خواستند که به ولایات عراق یعنی ایالات مرکزی ایران حمله نمایند، باز از تهران عبور می‌کردند و آن شهر دست به دست می گشت و در هر جنگ و یا محاصره عده‌ای از تهرانی ها کشته می شدند یا از گرسنگی و امراض می مردند. بعد از مرگ علی مراد خان زند، جعفر خان زند از بین امرای زندیه شاخص شد و توانست که با کشتن و کور کردن دیگران قدرتی به دست بیاورد. بعد از اینکه جعفر خان زند قدرت به دست آورد، از بازمانده امرای زندیه دعوت نمود که در اصفهان جمع گردند و در نامه‌هایی که برای مدعیون فرستاد سوگن یاد کرد که قصد کشتن یا آزار آنها را به طریق دیگر ندارد و فقط می‌خواهد سبب شود که یک دوره جدید در مناسبات بین امرای زندیه به وجود بیاید. امرای زندیه در اصفهان جمع شدند و جعفر خان زند شروع به صحبت کرد و گفت: در گذشته بین ما که همه از یک تیره هستیم اتفاقی افتاد که نباید بیفتد، ولی آنچه وقوع یافت گذشته است و ما نمی توانیم گذشته را تغییر بدهیم و همانطور که سراینده کتاب مثنوی در داستان مرغ و صیاد می گوید، تأسف خوردن به گذشته دیوانگی است و به جای تأسف بر گذشته باید فکری کرد که بعد از این از آن اتفاقات به وقوع نپیوندد. ما می دانیم که وارث سلطنت ایران هستیم و سلطنت باید به ما برسد، ولی چون نفاق داریم طوری ضعیف شده ایم که یک مرد خواجه از طائفه قاجار که نه مرد است و نه زن ادعای سلطنت دارد و کمر به نابودی ما بسته و برای اینکه بتواند خود بر تخت سلطنت ایران بنشیند.
ما چون با یکدیگر نفاق داریم، فکر می کنیم که باید خودمان پادشاه ایران شویم، در صورتی که اگر اتفاق و قدری عقل داشته باشیم می فهمیم که هرگاه یکی از ما پادشاه ایران شود، مشروط بر این که دیگران با وی متحد باشند، مثل این است که همه پادشاه باشیم. چون همه دارای منصب و قدرت می شویم و دوست و مقرب پادشاه بودن بهتر از این است که انسان پادشاه باشد. جعفر خان زند مدتی در این مقوله صحبت کرد و مثالهایی از گذشته ذکر کرد و گفت: من سوگند یاد می کنم که به تمام بزرگان زندیه که در اینجا حضور دارند و آنهایی که در اینجا حضور ندارند اما بعد دوستانه به من ملحق خواهند شد، مرتبه و منصب بدهم تا اینکه وسیله ثروتمند شدن در دسترس آنها قرار بگیرد. من سوگند یاد می کنم که از امروز تا روزی که زنده هستم، مرتبه و منصب هیچ یک از عمرای زندیه را از آنها نگیرم، مگر اینکه مرتبه و منصب بهتر به آنها بدهم. ولی اگر خیانتی از یک نفر ببینم، از مجازات وی صرف نظر نخواهم کرد. آیا شما که در اینجا حضور دارید، حاضر هستید که مرا با عنوان پادشاه ایران بشناسید؟ تمام عمرای زندیه که در آنجا حاضر بودند جواب مثبت دادند. بعد از آن جعفر خان زند از آنها برای صرف غذای نیمه روزه دعوت کرد و بعد از اینکه غذا صرف شد آنها را مرخص نمود و گفت: فرمان مربوط به منصبهای شما از فردا نوشته خواهد شد و به هر نسبت که فرمانها نوشته شود، شما از همان روز نوشتن فرمان دارای منصب خواهید گردید. به این ترتیب جعفر خان زند به طور موقت لهیب آتش کینه ها را تخفیف داد و عمرای زندیه موافقت کردند که با وی متحد باشند و اوامرش را به موقع اجرا بگذارند. 5 روز بعد فرمانهای عمرای زندیه به همه آنها داده شد و بدین مناسبت یک مرتبه دیگر جعفر خان زند از عمرای زندیه دعوت کرد که به حضورش بروند. بعد از اینکه آنها جمع شدن وی گفت: امروز من شما را احضار کردم تا اینکه بگویم که در آینده چه خواهم کرد. در حال حاضر از تهران تا کنار خلیج فارس مال ما است، ولی در گیلان و مازندران و استراباد قدرت نداریم و در خراسان هم خانواده نادری سلطنت می کنند و تصمیم دارم که تمام خاک ایران را به تصرف درآورم و حکومت هر یک از ولایات را به یکی از عمرای زند بدهم. شما هستید که باید در خراسان حکومت کنید نه شاهرخ، و شما هستید که باید در گیلان و مازندران و استراباد حکومت کنید نه آقا محمد خان، و شما هستید که باید در آذربایجان و گرجستان حکومت نمایید نه دیگران. امروز ما در ایران جز آقا محمد خان مدعی نیرومند دیگر نداریم و تسخیر آذربایجان و گرجستان و خراسان آسان است و من فکر می کنم که حتی محتاج جنگ نیست و تهدید ما برای تسلیم شدن حکام خراسان و آذربایجان و گرجستان کفایت می نماید. ولی آقا محمد خان خواجه با تهدید تسلیم نمی شود و باید او را به دست آورد و سرش را طوری کوبید که دیگر نتواند سر راست نماید. و تا این مرد زنده است، ما که تیره زندیه هستیم نمی توانیم به آسودگی سلطنت کنیم.
و من امیدوارم که شما امرای زندیه حاضر باشید که از دل و جان و با جدیت برای از بین بردن وی به من کمک کنید. نجف خان زند دست را بلند کرد و گفت: من حاضرم که به جنگ آقا محمد خان بروم و سرش را برای شما بیاورم یا بفرستم. جعفر قلی خان زند غیرت آن مرد را آفرین گفت و اظهار داشت که من یک قشون را در اختیار تو می‌گذارم و به تو برای از پا درآوردن آقا محمد خان اختیار تام می‌دهم و از هر راه که میل داری به جنگ او برو. نجف خان زند گفت: چون او اکنون در مازندران است، من از راه تهران خواهم رفت. بدین ترتیب نجف خان زند فرمانده قشونی شد که باید به مازندران برود و آقا محمد خان را به قتل برساند و سرش را برای جعفر خان زند بفرستد. از طرف جعفر خان زند برای نابود کردن آقا محمد خان اختیار تام به نجف خان داده شد. او به موجب اختیاری که از جعفر خان دریافت کرد می توانست تمام طرفداران آقا محمد خان را به قتل برساند و هرچه دارند تصرف کند و نیز به موجب همان اختیارات می توانست 4 پایان سکنه شهری و روستایی را برای قشون مصادره نماید و در موقع ضرورت آذوقه سربازان و علیق 4 پایان را هم مصادره کند. محتاج به تفصیل نیست که یک فرمانده قشون که دارای وسایل کافی برای رسانیدن ارتش خود به میدان جنگ نیست و باید آن وسایل را در راه تهیه کند، وقتی دارای یک چنین اختیارات گردید با سکنه شهری و روستایی چه خواهد کرد؟ جعفر خان زند که تازه به سلطنت رسیده بود هنوز آنقدر بضاعت نداشت که بتواند یک ارتش نیرومند برای جنگ با آقا محمد خان بسیج کند و از طرفی می دانست که آقا محمد خان آرام نخواهد نشست و در صدد تصرف عراق یعنی ایالات مرکزی ایران برخواهد آمد و او باید قبل از اینکه وی به عراق حمله کند به مازندران حمله نماید و او را از پا در آورد. قشون زندیه که قسمتی از سربازانش از عشایر بودند به فرماندهی نجف خان زند از اصفهان به راه افتاد و فرمانده قشون در طول راه برای تأمین آذوقه و علیق قله و علیق روستاییان را تصاحب کرد و هیچ کس جرأت دم برآوردن نداشت. وقتی آن ارتش به کاشان رسید نجف خان زن مستحضر شد که آقا محمد خان از مازندران خارج شده و تهران را محاصره کرده است. وی از شنیدن آن خبر خوشحال گردید، چون می دانست که حاکم تهران طرفدار زندیه است و اگر او خود را به تهران برساند قوای مدافع شهر از آنجا خارج می شود و مبادرت به حمله می کند و او هم مبادرت به حمله خواهد کرد و آقا محمد خان بین 2 دشمن قرار می گیرد و نابود می شود و خاص آنکه نیروی مدافع تهران توپ هم دارد. آقا محمد خان قاجار در ماه ربیع الاول سال 1199 هجری قمری تهران را محاصره کرد و مواظب امرای زندیه بود و مطلع شد که یک قشون از اصفهان حرکت کرده و وارد کاشان شده است. وی متوجه گردید که اگر آن قشون به تهران برسد وضع وی مشکل خواهد شد، زیرا روحیه مدافعین تهران قوی می شود و چون می بینند که نیروی امدادی به آنها رسیده است از شهر خارج خواهند شد و به او حمله خواهند کرد و با کمک نیروی امدادی سربازانش را معدوم خواهد نمود.
لذا تصمیم گرفت که به استقبال نیروی زندیه برود بدون اینکه دست از محاصره تهران بردارد. در بین افسران آقا محمد خان مردی بود از اهالی منطقه بازوک واقع در نزدیکی کوه دماوند در شمال ایران و چون در جوانی به سبب عشق یک دختر جوان از دیار خود دست کشید و به بیابان رفت و سالها در بیابان زیست، او را مجنون می خواندند. چون مجنون عرب عاشق لیلی هم از عشق آن زن سر به بیابان نهاد و دیگر به قبیله خود مراجعت نکرد. مجنون پازوکی مثل مجنون عرب که گفته اند مردی لاغر اندام بوده، اندامی لاغر داشت ولی به قدری چالاک بود که می توانست از حصار تهران بالا برود و آقا محمد خان او را از بالا رفتن منع می کرد و می گفت: تو وقتی به بالای حصار رسیدی بیش از یک تن نخواهی بود و در آنجا تو را خواهند کشت و شاید قبل از اینکه به بالای حصار برسی تو را هدف گلوله قرار بدهند. آقا محمد خان قاجار مجنون پازوکی را یک سال و نیم قبل از اینکه تهران را برای بار دوم محاصره نماید شناخت. آن مرد با سمت یک سرباز عادی وارد قشون آقا محمد خان شد ولی از آغاز خدمت طوری ابراز لیاقت کرد که بعد از 5 روز آقا محمد خان او را فرمانده 10 سرباز و سپس فرمانده 50 سرباز و آنگاه فرمانده 100 سرباز کرد. آنگاه به مناسبت ابراز لیاقت آن مرد پازوکی به مرتبه یاوری و سپس سرهنگی رسید و آقا محمد خان با شگفت می دید که آن مرد لیاقت فرماندهی را دارد و می تواند به سربازانی که تحت فرمان او هستند به خوبی رفتار کند. مجنون پازوکی در هیچ مدرسه درس فرماندهی را نخوانده بود و در ایران مدرسه ای برای تربیت افسران ارتش وجود نداشت و افسران روش فرماندهی را در ارتش فرا می گرفتند. اما در اروپا تازه مدارس نظامی مفتوح شده بود و در آن مدارس فنون جنگ و روش فرماندهی را به محصلین که بعد افسر می شدند می آموختند. در ایران اولین مدرسه برای تربیت افسران در دوره سلطنت فتح علی شاه برادرزاده آقا محمد خان مفتوح شد. مجنون بر اثر توقف متمادی در بیابانها و در خود فرو رفتن و منتظر کمک دیگری نبودن و تمام کارهای مربوط به خیش را خود انجام دادن دارای استعداد فطری فرماندهی و حسن سلوک با زیر دستان شد. آن مرد که بعد در قشون آقا محمد خان دارای عنوان خان گردید و به اسم مجنون خان معروف شد در سالهای سکونت در صحرا مونس نداشت و با کسی محشور نمی شد و از مردم می گریخت. کلبه ای را که در فصل زمستان در آن به سر می برد با دست خود ساخت و چیزهایی را که در یک کلبه برای زندگی آدمی لازم از خود فراهم کرد. مجنون در سالهای تنهایی هرگز خشمگین نمی شد زیرا کسی وجود نداشت که خشم او را برانگیزد و هرگز تنبلی نمی کرد چون می دانست که اگر تنبلی کند از گرسنگی یا تشنگی یا سرما و یا گرما به هلاکت خواهد رسید و محکوم است که تمام احتیاجات خود را به دست خیش فراهم نماید. این صفات جزو فطرت او شد و بعد از اینکه فرمانده عده‌ای از سربازان گردید هرگز به خشم در نیامد ولی هرگز تنبلی را تحمل نمی کرد و هر سرباز که زیر دست او بود باید در موقع معین کاری را که به او محول کرده اند به انجام برساند.
چون این بود مردی که آقا محمد خان مسئولیت ادامه محاصره تهران را به او واگذار نمود و خود عازم جنگ با نجف خان زن گردید تا اینکه بین دو دشمن قرار نگیرد و از دو سو مورد حمله واقع نشود. دنیای کتاب صوتی